گزارش‌های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان‌ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه‌ای در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور با دستگیری سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه‌ای که در اختیار داریم درباره مهمترین مسئله رو صحبت خواهیم کرد. نیمه دوم ماه سپتامبر تاجیکستان برای دو روز به مکانی تبدیل یافت که مشکلات محوری امنیت در قسمت زیادی کشورهای پساشوروی مورد بررسی قرار گرفته بودند. در دوشنبه جلسه شورای امنیت دسته جمعی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی برگزار گشت. جلسه مذکور رهبر شش کشور را زیر یک میز جمع آورد. کدام مسئله ها مورد بررسی قرار گرفتند در گزارش گلین فسخودینوف میشنویم. جلسه سران دولت‌های عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در تاجیکستان در شرایط نامعتدل امنیتی برگزار گشت. تقریبا در 100 کیلومتری شرقی دوشنبه عملیات حربی علیه گروهی مصالح سابق معاون وزیر مدافع تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده میگذشت که با ادعای حکومت تشبثکار سلسله عملیات تروری اوایل ماه سپتامبر میباشد، اما این وضع بر روند معرکه سیاسی هیچ تأثیری نرساند. در این مورد حتی اظهارات پخش نگردید. سران کشورها بیشتر اطراف وضع سوریه و مبارزه با دولت اسلامی بحث کردند. این دو موضوع مشکل یگانه خروش اکستریمیسم دینی در سراسر جهان را به هم توأم میکند. امروز این مشکل به اکثر مناطق خطر افزا است، از جمله به منطقه آسیای مرکزی. پرزیدنت جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف در این خصوص چنین اظهاری نظر کرد: потенциальная угроза безопасности исходит прежде всего со стороны международных террористических религиозных организаций. سازمان‌های جهانی دینی تروریستی به امنیت تهدید می‌کنند. قبل از همه این تهدید را کشورهای آسیای مرکزی احساس می‌کنند. متأسفانه شهروندان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی شامل این گونه گروه‌ها می‌گردند و نقطه‌های درگیر به شرق نزدیک به افغانستان سفر کرده به عملیات غیرقانونی دست می‌زنند. این واقعیت است که ما را وادار می‌کند تا چاره‌های قطعی بیندیشیم. موضوع دیگری بحث وضع کشوری به ما همسایه افغانستان بود که به ایده اشتراکشیان همایش آن رو به تنازل دارد. اکثر کارشناسان انتظاری رسانیدن کمک های مشخص حربی تکنیکی به سرحدبانان تاجیک بودند که این منطق داشت، زیرا دو سال قبل کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی تصمیم داشتند تا به دوشنبه یاری حربی تکنیکی رسانند، اما جانب تاجیکستان هنوز این کمک را در شکل پورا نگرفته است. به هر صورت در این خصوص هیچ اظهاراتی نبود. احتمالاً بحث این مسئله پس درهای بسته باقی ماند. اما شنبه همانو باری گرانی تامین امنیت در مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را بردوش و امید به دستگیری شریکان خود دارد. اظهار داشت معاون اولی دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سیفالله سفاروف: مرز تاجیکستان افغانستان این سرحدی اتحاد دولت‌های مستقل است، باید کمک رسانیده شود، زیرا اینجا ما منفعت و سیستم امنیت مشترک داریم. با تکون خوردن این سیستم باید راه ندهیم. وضع در مرز با افغانستان نگران کننده است. طوری از کمیته دولتی امنیتی کشور خبر دادند، از آغاز سال روان بیش از 70 حالت مرزشکنی به قید گرفته شده است که سه یکی آن با استفاده از یراق به وقوع پیوسته است. تنها دوام 6 ماه سال جاری بر اثر این زد و خوردها مرزبانان کشور 11 نفر را به قتل رسانیده، 500 یراق و اسلحه را مصادره کردند. این آمار شبیه تفصیلات عملیات نظامی است، اما خوشبختانه امروز نوابسته به پیشگویی های نگران کننده وضع پورا تحت نظر است. به اطلاع رسمی در شمال افغانستان گروه های مصالح مستقر شدند. به صفی آنها جنگجویان گروه های مختلف از جمله دولت اسلامی شاملند که تعدادشان تا 8000 را تشکیل می دهد. ذکر نمود خدایوردی خلیق نظر دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان: طالیب زنیلی большое количество кишлаков или как они афганцы говорят улус-воли. طالبان اکثر دهات و یا توری میگویند ولایت قندوز، تخار و بدخشان را تحت نظارت خود گرفتند، در حالی که سال 2014 در این منطقه همگی 800 نفر طالب فعالیت داشت. حالا این شمار به 8000 نفر برابر شده است، یعنی در یک مدت کوتاه 10 مراتبه بیشتر شدند. بعدن متاسفانه در این منطقه گروه دعوت اسلامی ظهور کرده است. سال 2015 مرکز دعوت اسلامی مستقر در عراق با مقصد تغییر یچیکه خود در حدود افغانستان 70 میلیون دلار ارسال کرد. حالا آنها خیلی فعالند، آنجا مبلغ و تبلیغگران زیاد دارند. احتمال خروج نزاع کم هم باشد، اما وجود دارد و مورد بررسی قرار می گیرد. ضربه اول به مرزبانان تاجیک خواهد رسید، سپس گروهی مخصوص وزارت مدافع تاجیکستان و نظامیان پایگاه 201 روسیه و یوری
آنها خواهند شتافت. اگر تهدید بزرگتر شود، سازمان پیمان امنیت دست جمعی آماده است دوام دو شبانه روز نظامیان خود را به جنوب تاجیکستان سفربر نماید. قبل از همه به منطقه نزاع نیروهای مشترک زودعمل که از 12000 نظامی در سطح عالی تمرین شده عبارت است روانه خواهند شد. سازمان پیمان امنیت دست جمعی همچنین نیروهای مشترک تعجیلی دارد که به صفی آن 22000 نظامی تعیینات مخصوص شامل است. البته تحلیلگران مسائل امنیتی امیدوارند که کار تا به این سطح نمیرسد، اما آمادگی ها باید با در نظر داشت طرح بدترین باشد. اشاره کرد کاتب ژنرال سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیکلای بردیوژا. ما وضع افغانستان را نظارت میکنیم، میبینیم که تعداد گروه مسلح زیاد میشود. احتمال وارد شدن آنها به حدود کشورهای عضو سازمان در آسیای مرکزی وجود دارد. وظیفه ما همان است که وضع را پیشگویی، تحلیل و بنقشه گیریم. در دایره این جلسه یک قطار صنعت‌های مهم به توصیف رسیدند. کارشناسان آن را همچون قدم‌های برای واکنش اپراتیوی در صورت سرزدن بحران‌های احتمالی آسیای مرکزی شرح می‌دهند. یکی از اولین سازش‌نامه‌ها و سیستم اداره نیروهای نظامی سازمان پیمان امنیت دست جمعی ربط دارد. دوم، انتقال وسایل لازمی نظامی توسط کشورهای اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی است. علاوه‌تن مسائل مربوط به تأسیس نیروهای مشترک هوایی سازمان تقریبا حل خود را یافتند. با اندیشه کارشناسی بخش مشکلات آسیای مرکزی دیمیتری پاپوف، سازمان پیمان امنیت دست جمعی به سطح جدید فعالیت می‌گذارد. реализуется долгосрочный курс на создание совместных войсковых соединений. حالا طرح درازمدتی به هم آوردن نظامیان مشترک در حال عمل شدن است. سخن اطراف نیروهای زودعمل مبلی است که آن باید توسط به هم آوردن نیروهای مخصوص صورت بگیرد. در مورد همایش دوشنبه باید بگویم که اینجا بیشتر برای تأسیس نیروهای مشترک هوایی به سازش رسیدند، زیرا بدون گروه مشترک هوایی تصور برگزاری یک عملیات مشترک صلح‌جویانه اثبات که باید بیرون از حدود کشورهای اعضا استفاده شود امکان پذیر است. برای تشکیل شدن این طرح اسپاد از تجربه ناتو استفاده میکند. باید گفت که همایش سران کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی بیشتر خصوصیت نشست نوبتداری و رسمی را کسب کرده است، هرچند همایش آخری که در دوشنبه برگزار گردید خلاف این گفته هاست. دوشنبه یک خصوصیت خود را کسب کرد. بعد بیرون برآورده نیروهای ناتو از افغانستان، سازمان پیمان امنیت دست جمعی این یگانه نیروی دانسته می شود که توان تامین استواری رژیم محلی و امنیت منطقه را دارد. گزارش را گلیم فسودینوف آماده کرده است. سامیونی گرامی، این بود آن همه چیزی که می‌خواستیم امروز برایتون رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور با دستگیری صوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. با شما بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتوانید در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، و میخوام در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.